انتشار خبر اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام ارتداد و توهین به پیامبر و مقدسات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. مقامات قضایی در ایران اعلام کردند این دو شخص روز پنجشنبه 14 اردیبهشت اعدام شدند. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. رسانه‌های نظام ولایت فقیه به نقل از مقامات قضایی پنجشنبه 14 اردیبهشت اعلام کردند که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مقدسات اسلامی و ارتداد فطری بر پایه اجرای حدود الهی اعدام شدند. این اجرای حکم اعدام با واکنش گسترده کاربران ایرانی در فضای مجازی و رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی مواجه شد. پیش از خبر اجرای حکم اعدام این دو متهم، اخبار قابل توجهی از نحوه دادرسی به پرونده ایشان انتشار پیدا نکرده بود و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تردیدهایی در زمینه فرایند تحقیق منصفانه و دادرسی عادلانه و دسترسی متهمین به وکیل و بهره‌مندی از حقوق متهمین در این پرونده دارند. با نگاهی به فرایند ابتدا تا انتهای این پرونده به نظر می آید دستگاه قضایی ترجیح داد در شفافیت و اطلاع رسانی حداقلی و سکوت رسانه‌ای این پرونده را تا اجرای حکم به پیش ببرد. تنها مستندات ایراد اتهامات به این دو نفر اعترافات ایشان پس از بازداشت می باشد که به گواهی بسیاری از حقوقدانان و فقها اعتراف در شرایط جبر و زور پس از بازداشت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. بر پایه آراء فقهی برخی از علما و مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی، اجرای حدود الهی نیازمند احراز تمام شروط آن است و احراز آن در شرایط کنونی غیر ممکن است. معظم الله بر این باورند که اجرای حدود حتی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام نیز که صاحب قدرت و اقتدار حکومتی بودند به سبب عدم احراز تمامی شروط در آن دوران انجام نمی شده و ایشان روایاتی را که بر اجرای سنگسار یا اعدام یا دیگر حدود الهی در آن زمان دلالت دارند را از جهت سندی ضعیف می دانند. بر همین اساس معظم الله با استناد به روایات وارد شده از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بدبین نشدن مسلمانان و حتی کفار نسبت به اسلام را یکی از شروط اجرای حدود دانسته و ترک حد ارتداد یا سب النبی و دیگر حدود در صورت ایجاد بدبینی و تنفر از اسلام را واجب می دانند. آیت الله العظما شیرازی در پاسخ به سؤالی در مورد جواز ترک حدود در صورت ایجاد بدبینی از اسلام فرمودند: اینا بعضیش تام نی، چون سند نداره نمیشه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله داد. مثل این چیزایی که در بعضی کتب منافقین از اصحاب پیغمبر یه چیزای غیر مناسب نسبت به پیغمبر دادن. خود سند وقتی که نداشته باشه به یه آدم عادی نمیشه نسبت داد، دیگه چه برسه به مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله. حدش یه چیز غیر این که خود پیغمبر گفته باشه، نه پیغمبر نه فرمودن. این روایاتش از ائمه علیه السلام، اونم با شروطش اشکال نداره، شروط داره نه مطلق است. به نظر این یک حده، این حد شروط داره. یکی از شروطش اینه که اسباب بدبینی حتی بیدینا به اسلام نشه، بدبینی کفار به اسلام نشه، یعنی از شروط اجرای حدود که در روایت خود پیغمبر هم صلی الله علیه و آله اومده. همینه، چون اهم و مهمه، چون تزاحمه.
یکی اون حرامه، یکی انسان کاری بکنه که مردم به اسلام بدبین بشن. این هم از حرام اشد تزاحمه، وقتی حرام اشد مقدم میشه. اما شروط داره، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی ظهر که شد نماز بخون، اما شرطش اینه طهارت حدثی داشته باشه، طهارت از خبث داشته باشه، رو به قبله باشه، اینا شروطشه. اگر یه شرط داشته باشه باطله. حدود، اجرای حدود هم شروط داره، هر کدوم اگر یه شرط داشته باشه فایده نداره. بحث و گفتگو در میان اصحاب علم و فقاهت در زمینه اجرای حدود سابقه کهنی دارد، اما به نظر می رسد نظام ولایت فقیه با اجرای این حکم پس از سرکوب خونین اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در پی تثبیت قدرت تضعیف شده خود در داخل ایران باشد و تکیه بر سیاست غلبه به وسیله ایجاد رعب و وحشت، تکیه گاه 40 ساله نظام ایران همچنان برای حفظ قدرت طبقه حاکم کاربرد داشته باشد. دکتر یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه، از منچستر با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام قربان. فقیهان شیعه در مورد اصل اجرای حدود در عصر غیبت چه نظری دارند؟ بفرمایید. در میان فقیهان شیعه اختلاف نظره که آیا حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم اصلا قابل اجرا هست یا نه. اگر حدود شرعی در عصر غیبت اساسا اجرا پذیر نباشه، دیگه پرسش از مجازات شرعی سب نبی و ارتداد به خودی خود از اساس منتفیه. شمار قابل توجهی از فقیهان شیعه در گذشته و حال اجرای حدود رو تنها وظیفه امام یا نائب خاص اون میدونن. این دست فقها البته خودشون دو دسته میشن، یه دسته میگن حد قتل در عصر غیبت منتفیه، اما حدود کمتر از قتل از سوی فقیه جامعه شرایط مبسوط الیت قابل اجراست، یعنی قائل به تعطیلی نسبی حدودن. اما دسته دیگری از فقیهان میگن که در عصر غیبت اجرای حدود تماما منتفیست، حالا چه قتل چه کمتر از قتل، یعنی قائل به تعطیلی مطلق حدودن. از جمله فقیهانی که مشهور به اینه که قائل به تعطیلی نسبی یا مطلق حدود در عصر غیبتن میشه به ابن زهره، ابن ادریس حلی، سید مرتضی تبرسی قطب راوندی و از میان معاصران به آیت الله سید احمد خونساری اشاره کرد. برخی فقیهان مثل میرزا قمی، فقیه و اصولی برجسته عصر قاجار، هم در این موضوع قائل به توقف شده، یعنی نظر قاطع نداره اما تمایلش به عدم اجرای حدوده. اما حتی اگر فقیه علل اصول، یعنی نظرن قائل به اجرای حالا مطلق یا نسبی حدود در عصر غیبت باشه، بازم این لزوماً به این معنی نیست که با اجرای عملی حدود هم موافقه. مثلا هستن فقیهانی که میگن چون تمام جنبه‌های اسلام پیاده نشده حدود رو هم نمیشه اجرا کرد، یعنی حدود اسلامی رو از نظر اونها تنها موقعی میشه اجرا کرد که جنبه‌های دیگه اسلام پیاده شده باشه، یعنی بانکداری اسلامی باشه، ربوی نباشه، تعلیم و تربیت اسلامی باشه، مغزشویانه نباشه، بعد مجازات ها هم میتونه اسلامی باشه. مثلا آیت الله سید محمد شیرازی نظرشون همین بوده. باز فقهای دیگری استدلال میکنن که شرایط اجرای حدود به ویژه حد قتل چنان سختگیرانه از سوی شارع تعیین شده که عملا این شرایط محرز نمیشه، یعنی در عمل حدود رو نمیشه اجرا کرد حتی اگه نظرن قائل به اجرای حدود باشیم. آیت الله سید صادق شیرازی به نظر میرسه که رأیشون همینه. میدونید که در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران توهین به مقدسات حکمش مرگ. جمعی از نواندیشان دینی بارها بیانیه دادن که قانون توهین به مقدسات باید اصلا اساساً برچیده بشه و استدلالشون این بوده که این قانون عملا برای بستن دهان منتقدانه. در همین اعدامای اخیری که به اتهام ارتداد و سب نبی صورت گرفته، حتی همون قوانین ظالمانه خود جمهوری اسلامی هم عمل نشده چون شرایط اجرای همین حکم ظالمانه هم رعایت نشده.
به تعبیر دیگه جمهوری اسلامی حتی قوانین ظالمانه خودش رو هم اجرا نمی‌کنه. بذارید توضیح بدم. ماده 263 از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اینطوری میگه، نقل قول مستقیم میکنم: هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، صاحب النبی محسوب نمی‌شود. ببینید این ماده میگه که اگه کسی حتی ادعا کنه که منظورش توهین نبوده، کافیه که صاحب النبی نباشه. نگفته اثبات کنه، گفته حتی ادعا کنه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. وکیل یکی از همین متهمانی که اعدام شد گفته که قبل از اینکه متهم دستگیر بشه، اون کانال تلگرامی که توهین‌گرانه بوده رو کلا پاک کرده بوده. یعنی دیگه ادعا هم فقط نیست، در عمل ثابت کرده بوده که از نظر خودش برگشته، اما باز او رو کشتن. این به نظر میسه که کاملا خلاف شرعه. اگر این اعدام ها مبنای شرعی نداره، چرا حکومت دست به این اعدام ها میزنه؟ واقعیت هم اینه که مدافعان حقوق بشر آمار دادن که در سال جدید خورشیدی 1402 تا کنون جمهوری اسلامی هر 6 ساعت یک زندانی رو اعدام کرده. یعنی آمار اعدام ها در ایران به نسبت جمعیت اگر حساب کنیم حتی از چین بیشتره. این اعدام ها فقط هم دلایل سیاسی داره و مطلقاً حتی ظاهر شرعی هم نداره، به توضیحی که در پاسخ به پرسش قبل دادم. صدای من میاد خدمتتون؟ بله 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 میشنم. بفرمایید، ادامه بدید. بفرمایید. واقعیت هم اینه که جمهوری اسلامی در واقع نه جمهوری است نه اسلامی است، بلکه تنها ظاهری پوشالی از جمهوریت و اسلامیت داره، چون حکومتی تنها بر سیاست النصر و بالرعب، یعنی غلبه بر مردم با هراس افکنی پا بر جاست. سیاست النصر و بالرعب سیاستی ضد علوی است. حضرت امیر بعد از اینکه بیت المال رو مساوی میان مردم تقسیم کردن و اون ویژه خاری ها و امتیاز هایی که به صحابه داده میشد در تقسیم بیت المال رو به کل حذف کردن، مورد انتقاد قرار گرفتن که اگر برابری طلبی، مساوات پیشه کنی، از نظر سیاسی شکست خواهی خورد. حضرت در خطبه 126 نهج البلاغه به این انتقادها اینطور پاسخ میدن: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی والله لا اطور به. آیا از من میخواهید که با ستم کردن بر مردم به پیروزی برسم؟ به خدا قسم که حتی نزدیک این کار هم نشدم. سیاست از النصر بالرعب به نظر میرسه سیاست جمهوری اسلامی باشه، مصداقی از سیاست النصر بالجور که مورد نهی امام علی است و در نتیجه مطلقاً سیاستی علوی نیست. بله، با تشکر از دکتر یاسر میردامادی که از منچستر با ما همراه بودند.